سخنان حیرت انگیز مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، درباره قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. به نقل از صفحه رسمی فیسبوک عبدالله مهربان، سخنان حیرت انگیز مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، درباره قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود. وقتی عامر صاحب مسعود زنده بود، هر روز خارجی ها با ما ملاقات بکردند. هیچ روزی نبود که اینها به ملاقات ما نیایند، اما حالا پس از مسعود سال هاست که هر قدر ریش تراشیدیم و نکتایی زدیم، خارجی ها با ما ملاقاتی نمی کنند. حالا فهمیدیم که اگر 99% خاک افغانستان اشغال هم می بود، افغانستان یک صاحب احمد شاه مسعود داشت. حالا نه صاحب داریم و نه ملاقاتی. کاپی. در عین حال روزنامه اطلاعات روز می نویسد، در پی اعلام حکومت مبنی بر حذف بست های سخنگوی والیان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات خواهان ایجاد یک کمیته مشترک حکومت و نهادهای مدنی به هدف ارائه راهکار برای ایجاد یک ساختار منظم اطلاع رسانی در سطح ولایت شده است. حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امروز یک شنبه 3 قوس در روزنامه اطلاعات روز گفت که بر اساس پیشنهاد این کمیسیون، در ترکیب این کمیته باید شورای امنیت ملی، ریاست عمومی، اداره ارتباطات و استراتژیک ریاست جمهوری، اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نهادهای جامعه مدنی و مسئولان نهادهای رسانه‌ای شامل باشند. به گفته او، این کمیته باید ابعاد مختلف موضوع اطلاع رسانی در ولایت را بررسی و راهکارهای مشخصی را در صورت معقول آن به منظور تقویت فرهنگ اطلاع رسانی از سوی حکومت و حمایت از آزادی بیان در جامعه طرح کند. همچنان در اعلامیه که از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به نشر رسیده، موجودیت سخنگویان در ساختار تشکیلاتی واحدهای اداری در سطح ولایات یک نقطه قوت در زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات در ادارات خوانده و تاکید شده که سهمگیری والیان نیز در امر اطلاع رسانی یک موضوع حیاتی در بستر حکومتداری خوب قابل توجیه است. بیشتر اداره مستقل ارگانهای محلی در خبرنامه گفته بود که سخنگویان والی ها پس از این تنها مسئولیت تأمین روابط میان مسئولان و رسانه ها و تنظیم نشست های خبری را دارند. اداره ارگان های محلی افزوده بود که سخنگویان والی ها همچنان مسئولیت استحکام روابط میان اقشار مختلف جامعه و اداره های محلی، جمع آوری معلومات از وضعیت عمومی برای رهبری ولایات و پیشبرد رسانه های اجتماعی ولایت ها در هماهنگی با والیان را به عهده دارند. در خبرنامه تاکید شده است که پس از این، به خاطر اطلاع رسانی مؤثر در سطح محلات، والیان ولایت ها مسئول اطلاع رسانی با رسانه ها اند. همچنان روز گذشته مکتوبی از دفتر شورای امنیت ملی به رسانه ها درج کرد که بر اساس آن رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هدایت داده است که والیان مسئول اطلاع رسانی در ولایات اند و پس از این حق داشتن سخنگویان را ندارند. به دنبال این اعلام ها، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نه این تصمیم حکومت را نقض آشکار قانون اساسی خوانده و از رئیس جمهوری غنی است که حکومتش را پس بگیرد. همچنان این نهاد از اداره ارگان های محلی خواسته است که عملی کردن این حکم رئیس جمهور را تا زمان بازبینی آن به تأخیر بیاندازد. این در حالی است که در جریان 3 ماه اخیر نزدیک به 500 غیر نظامی توسط گروه طالبان کشته شده اند. وزارت داخلی کشور اعلام کرد که در جریان 3 ماه اخیر 487 غیر نظامی در نتیجه حملات و انفجارهای ماین گروه طالبان در کشور کشته و 1049 نفر دیگر زخم برداشته اند. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی کشور، امروز شنبه 29 قوس گفته است که این تعداد غیر نظامیان در نتیجه 35 حمله انتحاری و 507 مورد انفجار ماین کشته و زخمی شده اند. آقای آریان همچنان گفته است که گروه طالبان خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی و خلاف تعهداتشان
با غیر نظامیان و تأسیسات عام خسارات زیادی وارد کرده اند. با گفته او کشتن مردم عام جنایت جنگی محسوب می شود و هیچ توجیه ندارد. آریان افزوده از که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تحت هر شرایط از مردم کشور دفاع می کنند. او تاکید کرده از که نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان یک ماه گذشته حملات بزرگ و گروهی طالبان را در قندهار و هلمند دفع کرده و اهدافی را که دشمن برای سقوط داشت خونسا و با شکست مواجه کرده اند. گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است، اما در گذشته همواره مواردی از این ادعاهای دولت افغانستان را رد کرده اند. این در حالی است که ملا برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در جریان سفرش به اسلام آباد با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار کرده است. در این دیدار که امروز جمعه 28 قوس انجام شده، نخست وزیر پاکستان اطمینان داده است که کشورش از روند مذاکرات بین الافغانی حمایت می کند. آقای خان همچنان گفته است که کشورش خواهان یک افغانستان امن است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در رشتویتی نوشته است که دو طرف در این دیدار در مورد وضعیت کنونی افغانستان، مشکلات مهاجران افغان در پاکستان، رفت آمد افغانها به پاکستان، مشکلات صحی آموزشی و تجارتی و همچنان مشکلات زندانیان بحث و گفتگو کرده اند. به گفته محمد نعیم، نخست وزیر پاکستان به ملا برادر اطمینان داده است که در زمینه رفع مشکلات یاد شده تلاش می کند. عمران خان افزوده است که دوسیه های تمام زندانیان بررسی و زندانیانی که جرمشان کوچک باشد و یا مدت حبسشان را سپری کرده باشند رها خواهند شد. دفتر نخست وزیر پاکستان در اعلامیه گفته است که آقای خان در دیدار با ملا برادر از سطح بلند خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او در این دیدار خواهان کاهش خشونت منجر به آتش بس شده است. بر اساس اعلام دفتر نخست وزیر پاکستان، عمران خان تاکید کرده که برای ختم جنگ در افغانستان هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. او همچنان مذاکره بین الافغانی را فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان خوانده است. ملا برادر 3 روز پیش سه شنبه 25 قوس به دنبال توقف 20 روزه مذاکرات بین الافغانی در رأس هیئتی از گروه طالبان به کشور پاکستان رفت. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در رتبه در آن زمان گفته بود که این سفر به دعوت رسمی مقام های پاکستان صورت گرفته است. وزارت خارجه پس از آن اعلام کرد که این سفر هیئت گروه طالبان در مشورت با دولت افغانستان صورت گرفته است. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.